فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل و همچنان آقای ادریس رحمانی آگاه روابط جهانی را از آمریکا با خود خواهیم داشت. حال همین بحث را با آقای فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل آغاز میکنیم. آقای هاشمی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان در طول نیوز، خیلی خوش آمدید. بین بستر از همکاری های منطقه‌ای واقعا آغاز کنیم. نشست قلب آسیا با توجه به برگزاریش در هندوستان و حضور چندین کشور در این بحث، پیامدش چگونه پیش بین است و نتایجش چی خواهد بود؟ به نام خدا، با سلام به شما بینندگان عزیز. سلام بر شما. خب وقت بحث همکاری ها و به دنبال از او همگرایی در سطح یک منطقه مطرح میشه، او به حیث یک پروسه طولانی مدت باید در نظر بگیریم که به نتیجه خواهد رسید. ولی مناطق و اوضای منطقوی که ما داریم شرایط متفاوتی دارن. از زمانی که پروسه شروع شد در وزارت امور خارجه، دوستایی که در این حوزه کار میکردن و صحبت ها و بحث هایی که همواره بوده است در این قالب، دیدگاه بیشتری بوده است که طبیعتا رفتن افغانستان یا تبدیل شدن افغانستان به مرکز ثقل چنین همکاری های منطقوی میتونه ثبات امنیت در سطح منطقه و خصوصا خود افغانستان ایجاد کنه. اما مشکلی که ما در سطح منطقه داریم، خصوصا جنوب آسیا، بیشتر ارتباط به میگیره که نگاه چند کشور خاص یا بگیم دقیقا پاکستان بیشتر یک نگاه امنیتی است در خصوص افغانستان و به تبع در جنوب آسیا. رقابتی که کشور خود هندوستان داره در طول از زمان تاسیس کشور طبیعتا تاثیرگذار بوده بر سطح و میزان همکاری در سطح جنوب آسیا و به تبع از او آسیای مرکزی. و حالا که هم وقت راجع به تاثیر این نشست یا پروسه قلب آسیا داریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم که نیاز است به تغییر ویژن پاکستان نسبت به مسائل در سطح منطقه و دور شدن نگاه امنیتی پاکستان نسبت به افغانستان و هند به همین قسم تا زمین ساز همکاری اقتصادی باشه و همکاری اقتصادی منجر بشه به انکشاف بیشتر در سطح منطقه جنوب آسیا. اما آقای هاشمی، مهم این است که همه این کشورهایی که در این منطقه هستند، مشخصا هند و پاکستان و افغانستان، هم واره در مورد تروریسم و پیامدهایی که این پدیده در منطقه و کشورهای منطقه شکل داده صحبت میکنن. ولی چرا واقعا این هماهنگی و همین اجماع در مبارزه با حراس افکنی میان این کشورها شکل نمیگیره؟ شما تاکیدتان این است که خب یک روند دراز مدت هست. خب بخشش ارتباط میگیره به ساختار قدرت در سطح منطقه جنوب آسیا، نوع روابطی که هند و پاکستان از ابتدای تاسیسشان از سال 1947 برای خودشان تعریف کردند. ما مجبور هستیم وقتی که به بحث همکاری در سطح منطقه امروز داریم صحبت میکنیم، نگاهی به تاریخ منطقه هم داشته باشیم. در زمان جنگ سرد، سیستم دو قطبی که در ساختار نظام بین الملل وجود داره، هند در گرایش به اتحاد جماهیر شوروی و پاکستان به اسم متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در سطح این منطقه تعریف میکنه و تلاش دو کشور، خصوصا پاکستان، بیشتر به یک بالانس قدرت که هند در واقع دنبال شده از سیاست خارجی کشور و نتیجه چنین نگاهی برای حفظ توازن قدرت با هند، پاکستان مجبور بوده که حرکت کنه به سمت نگاه های امنیتی و نظامی و بر همون مبنا حتی این نگاه امنیتی در سطح جنوب آسیا از طرف پاکستان ساختار قدرت در درون پاکستان هم حتی به شکل دیگری تعریف کرده که بیشتر قدرت در دست نظامیان بوده و تاریخ کشور سرشار کرده از کودتاهایی که علیه حکومت‌های ملکی اتفاق افتاده است. دهه 1990 خب طبیعتاً فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تغییر ساختار نظام بین الملل و توجه کمتر ایالات متحده آمریکا به جنوب آسیا زمین ساز رقابت به شکل دیگری است در سطح منطقه‌ای که ما زیست می‌کنیم و پیدایش طالبان، حمایتی که پاکستان از طالبان انجام میده و بحرانی که ما در سطح افغانستان داره نتیجه چنین ویژن است. اما 11 سپتامبر اتفاقی که میفته در واقع یک بارگی فضا برای پاکستان تنگتر میسازه از این منظر و نتیجتا پاکستانی‌ها مجبور میشن که بعضی واقعیات منطقه رو بپذیرن. اما یک نکته وجود داره، او است که ساختار قدرت در درون پاکستان یا و جمعی که نگاه امنیتی که پاکستان به منطقه داره عمدتا نسبت به هند خودی و مانع کلانی شده است که ما نتونیم به این سمت حرکت کنیم، هرچند که بسیار از کشورها خصوصا هند در این حوزه بیشتر علاقه مند است به همکاری اقتصادی. سپاسگزارم، دوباره به شما برخواهیم گشت. با هم آقای ادریس رحمانی آگاه روابط جهانی را از آمریکا با خود داریم. آقای رحمانی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در مورد نشست کشورهای قلب آسیا که این بار در هند برگزار شده، دید شما چی است؟ واقعا میتونه تاثیرگذار باشه بر بالای کشور مثل پاکستان که بیشتر کسانی که در این نشست هستند، یعنی بر بالای پاکستان فشار وارد میکنن و تاکید میکنن که باید حمایت های خود را نسبت به هراس افکنی تغییر بده؟
خب به این بار چندین بار صحبت کردیم و پیوسته ای را تاکید کردم که اعمال فشار بالای پاکستان اگر در سالهای 2001 تا 2010 کار نداد احتمالا از این به بعد کمتر کار میده. در اون مرحله پاکستان تحت فشار بسیار جدی جامعه بین‌المللی خصوصا تمام قدرت‌های بزرگ قرار داشت تا از این پالیسی دست بردارن. مگم تجربه نشان میده که در تحت امون شرایط هم اینا دست بر نداشتن. در دنیای سیاستی که در بقیمانده دنیا مروج است بیشتر تصامیم سیاستگذاری به اساس نتایج سیاست‌های گذشته گرفته میشه، ولی در افغانستان و خصوصا در منطقه ما پیوسته هر بار که قدرت تغییر میکنه رهبرهای جدید پیوسته کوشش میکنن فکر را که دیگر رهبرها از قبل کوشش کردن نجان یک بار دیگر تکرار بکنن، امیدشون این است که شاید اونا بتوانن موفق شوند. من فکر میکنم نشست قلب آسیا فعلا در هند بیشتر زمینه سازی یک موج جدیدی از امانگی منطقوی است به خاطر فشار بالای پاکستان، خصوصا با آمد آمد رئیس جمهور جدید در امریکا. تا حد امکان میخوایم فضا را به شکل تنظیم بکنن که پالیسی های جدید امریکا بیشتر متوجه مسئله شود که سیاست پاکستان برای امریکایی ها و برای همپیمان های امریکا در منطقه مشکل ایجاد کرده. من فکر میکنم دمی حد شاید ختم شده، از این بیشتر خصوصا اگر قرار باشه به خاطر رای حل با پاکستان بخواین صحبت کنین، ایتو یک نشسته که در هند برگزار میشه و افغانستان از او پیاسه شکایت میکنه، ولی پاکستان تاثیر مثبت نه بلکه منفی میکنه به خاطر اما آقای رحمانی پاکستان. وقتی که رئیس جمهور افغانستان حرفای یکی از فرماندهان طالبان را یاد میکنه و میگه که اگر پاکستان نمی بود و اینا در پاکستان پناهگاه نمی داشتن نمی توانستن که یک مام مقاومت بکنن، خب این گونه بحثای دیگه هم وجود داره که نشان میده پاکستان از هراس افغانی و گروه های هراس افغان حمایت میکنه، ولی باز هم چرا پاکستان حاضر نیست که سیاست های خود را تغییر بده؟ شما میگین در گذشته این کار نشد، والام حکومت افغانستان همون پالیسی های گذشته را تکرار میکنه. ببینین ای که پاکستان از هراس افغانی حمایت میکنه کدام حرف پوشیده و پنهان نیست که با سخنهای یک فرمانده طالبا ای را ما بخواهیم آشکار بسازیم. من فکر میکنم تمام دنیا به قدر کافی اسناد مدارک دارن که این کار پاکستان میکنه، ولی پاکستانی ها هم خودشان را مثلا رئیس اسبق استخبارات پاکستان جنرال درانی را وقت صحبتاش بشنن اونا به خوبی میگن، میگه یکی از شیوه های جنگ در قرن 21 است. اونا خود امریکایی ها را مثال میرن که با عین میتود روس ها را در افغانستان شکست دادن. بنان این یک کار است که پاکستانی ها با وجودی که در مطبوعات را به سادگی نمیپذیرند که جز روند دیپلماتیک شده است، ولی نه تنها خودشان میدن کل دنیا میدن که یک امر بسیار دقیق سیاسی است. سوال اساسی است که پاکستانی ها آیا تحت فشار جامعه بین‌المللی که من فکر میکنم یگانه سیاست را که افغانستان پیوسته دنبال کرده ای است که باید پاکستان تحت در مقابل کشورهای بزرگ چی در منطقه چی در جهان قرار بدهیم تا در نهایت به حرف ما گوش بکنه. حالا تاکید شما این است که گزینه فشاری که بر بالای پاکستان باید وارد شود موثر نبوده، ولی همه تاکید این است که بر بالای پاکستان باید فشار وارد شود، اما از چی رای؟ واقعا رای موثرش را در چی میبینید؟ ببینید در دنیای روابط بین‌المللی معمولا کشورها حتی کشورهای پرقدرت همیشه دو گزینه را دو میتود فشار دو میتود به اصطلاح آوردن یکی از اکتورهای طرف مقابل به میز مذاکره پیوسته به شکل بیلانس است و به شکل مساوات استفاده میکنند. یکی میتود آوردن فشار است و یکی هم میتود گذاشتن مشوق ها. اگر شما پیوسته بخواین از یکی از این به تنهایی استفاده بکنین همیشه در نهایت در نتایج به دست آمده همیشه پیوسته نقص میکنین. من فکر میکنم یک دلیلی که افغانستان پیوسته نتونسته در مقابل پاکستان موفق به در حداقل در 25-30 سال گذشته، اگر بخوایم از او بیشتر هم بریم میتونیم بگیم از سقوط زمان شاه از حکومت شاهی تا به حال، ما دلیلی که ما موفق نبودیم این است که ما پیوسته به دنبال میتودهای فشار بسیار جدی هستیم، چی به شکل ایجاد شورش در پاکستان، چی همکاری با گروپ های شورشی داخل پاکستان، چی از نظر به اصطلاح متقابل ساختن پاکستان با قدرت های بزرگ. پیوسته این کارها را ما در زمان روسا در زمان
امریکایی ها در با هندی ها و با اکثر کشورهایی که مثلا تانستن با پاکستان مشکل داشتن ما این کار انجام دادیم. ولی این من فکر می‌کنم بیشتر ناشی از یک فکر بسیار احساساتی مردم افغانستان است و سیاسیون نمیتونن خود از این فکر یک بار نجات بدن و سیاست به شکل آقای رحمانی یعنی تاکید شما این است که باید راهکارهای تازه روی دست گرفته شود در برابر پاکستان. و نه تنها تازه، راهکاری که مبتنی بر میتودهای بسیار زیاد عملی علمی است در دنیای سیاست. همین راهکار را که شما روش تاکید میکنین چی بوده میتونه واقعا حکومت افغانستان فراموش نکنیم که خب شما میاد کردین ولی چندین نوع رابطه را با کشور پاکستان تجربه کرده در سالهای اخیر، از رابطه پرتنش گرفته تا رابطه دوستانه تا چندین بار سفر رئیس جمهور افغانستان و پاکستان، خب باز هم نتیجه به دست نآوردن. بین دلیلی که نتیجه به دست نمیاد بخاطر ما هر بار که شروع میکنیم به صحبت امرای پاکستان و وقتی متوجه میشیم پاکستانی‌ها در عین زمان با ما صحبت میکنن ولی در عین زمان شورش در افغانستان دامن میزنن، زود به خشم میایم و رای صحبت هم میگذاریم. چندین باری که مسئله شده ولی هر باری که افغانستان کوشش کردن با پاکستانی‌ها صحبت بکنن، مثلا یک بار آقای کرزی بیشتر مفتخانه کار آغاز کردن، رفتن بسیار به شکل غیر رسمی پاکستانی‌ها رو دستشان را گرفتن، گفتن شما از ما چی میخواین که ما نمیتونیم براتون مهیا کنیم، مثلا یک گروپ شورشی میدونه مهیا بکن. ببینید در او وقت بهترین زمینه گفتگو باز شد، اونا روان کردن یک هیئت بسیار بزرگ در کابل و اونا با امرای یک لیست مکمل آمدن، گفتن این مسائلی است که ما امرای افغانستان داریم، اینا رو باید حل بکنیم. و محضی که در لست از چیزایی که اونا آورده بودن چند نکته را طرف افغان دیدن، همگی به خشم آمدن، گفتن این صحبت نمیتونه دوام. مشکل مویی است، مشکل اساسی مویی است که ما از نظر سیاسی بسیار زیاد هنوز هم عقب مانده فکر میکنیم، زود به خشم میایم و فکر میکنیم ما بسیار زیاد میتونیم از رای زور به نتایجی که میخوایم بده برسیم. سپاسگزارم. ولی این باعث از این میشه که ما پیوسته جنگ را به جان خود بخریم و پیوسته در آتش جنگ بسوزیم. آقای رحمانی دوباره به شما برمیگردیم. آقای هاشمی، حرفای آقای رحمانی را شنیدیم که گفتن سران حکومت افغانستان واقعا از سیاستهایی کار میگیرند که یعنی مقطعی از فدقل سیاستهایی نیست که و پیش بره و در موردش خود حکومت هم کار درست انجام نمیده. ولی مهمتر این است وقتی که اجماع بزرگتر شکل میگیره، نشست در هند برگزار میشه، این نشست هم چرا نمیتونه نتیجه بده؟ خب حداقل اگر مشکلی در جانب افغانستان و تصمیم گیری ها در افغانستان وجود داره، این کشورهای دیگری که دخیل دانسته میشن در این معضل، اینا چرا نمیتونن راهکار درستتر را انتخاب بکنن؟ ببینید، من با این بحث موافق هستم که احساسات در حوزه سیاست خارجی جایی نداره، که تازه موافق هستم. موضوع دیگری است که ما اشتباهات تاریخی در قبال پاکستان انجام دادیم. ما بقای کشور از ابتدای تأسیس اشتباهات تاریخی ما بوده که تهدید کردیم. حال چنین تهدیدی که در طول تاریخ صورت گرفته نسبت به پاکستان، هیچ تضمینی برای پاکستانی وجود نداره که اگر دولت قدرتمندی در افغانستان شکل بگیره که بتونه ثبات ایجاد کنه، دوباره این تهدید علیه پاکستانی‌ها اعمال نکنه. حالی شخص آقای کرزی خواسته باشن این تضمین بدن، آقای غنی خواسته باشن این تضمین بدن، یا هر نخبه سیاسی دیگری که در افغانستان هست، در واقع چنین تضمینی به پاکستانی‌ها داده نمی‌تونن. موضوع دیگر که من فکر می‌کنم که چرا پاکستان تغییر رفتار نمیده با تمام فشاری که بر سر کشور وارد میشه از طرف قدرت‌های کلان منطقه و خود افغانستان، موضوع در واقع او سیاست است که پاکستان در طول تاریخ دنبال کرده است. هدف کشور خود افغانستان به صرف نیست، هدف پاکستان توان در مقابل با هند است. این سیاست اصلی پاکستان است. حال در این صورت هرچه ما افغان ها بیم خواسته باشیم تضمین ایجاد کنیم برای پاکستانی ها که ما خطر برای شما نخواهیم بود، در واقع باز موضوع یا فاکتور دیگری که در این معادله وجود داره خود هند است. چنین عاملی است که شما میبینیم با تمام وجود مشکلات اقتصادی که در پاکستان است، بی‌ثباتی سیاسی که وجود داره، این کشور همچنان به چالش با سایر کشورها و قدرت‌های کلان حتی در سطح منطقه میپردازه و فشارها هم نمیتونه به تغییر سیاست در این کشور منجر شه در سیاست خارجیش. من فکر میکنم اگر میخوایم بحث کنیم، من با بخش از این صحبت موافق هستم که اشتباهات تاریخی نسبت به پاکستان نباید دوباره صورت بگیره و پاکستانی نباید احساس تهدید از جانب افغانستان بکنند. اما نکته دیگری که ما تجربه کردیم ایست که ما در شرایط حاضر چنین تضمین رو به شکل 100% نمیتونیم به پاکستانی ها بدیم. راه حل در چیست؟ توجه به روندهایی که در سطح منطقه وجود داره، گره زدن سرنوشت منطقه به سرنوشت افغانستان، این پیوند اگر ایجاد شود
من فکر می‌کنم مجموعه از اینا و فضای اقتصادی که در سطح منطقه آسیای مرکزی و جنوب آسیا وجود داره، پتانسیل بالقوه‌ای که وجود داره و افغانستان پل رابط ما بین دو منطقه شده، در اون شرایط میشه گفت که میتوان امیدوار بود که تغییر سیاست در پاکستان در سطح منطقه و به دنبال او در قبال افغانستان صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم در تعلیق شما فکر می‌کنین که واقعاً از جایگاه افغانستان و اهمیت افغانستان در میان کشورهای منطقه تعریف درست صورت نگرفته و این گونه هم در بحث صلح و ثبات در افغانستان؟ نه، من منظورم چنین چیزی نیست. من بحثم سر از این است که ما اشتباهات تاریخی ما نسبت به پاکستان داشتیم در طول از سال 1947 تا اکنون این وجود داشته در خیلی از مواقع. نکته دیگر که من دارم بحث میکنم سر از این که شرایط اقتصادی در آسیا مرکزی و جنوب آسیا، وقتی شما هند به حیث پنجمین اقتصاد برتر دنیا میبینین و نیازی که این کشور به انرژی داره و طرف دیگر مسئله منابع انرژی در آسیا مرکزی دارین، تنها نقطه ای که در واقع به روند اقتصادی نمیپیونده در واقع نگاه امنیتی پاکستان است. حال در چنین شرایط اگر قرار است چنین تغییر سیاستی به وجود بیایه، به باور من تنها فاکتور خود افغانستان نیست. افغانستان باید جایگاهشه و شرایطی که داره که تمام منطقه همسان بسازه و منطقه در واقع با فشارهایی که بر پاکستان وارد میکنه و فضای اقتصادی که در پاکستان وجود داره این تغییر سیاست وجود داره. اما یک نکته به نظر من وجود داره، تا زمانی که پاکستان احساس کنه که میتونه توازن قدرت خود هند ادامه بده از سال 1947 که تا اکنون ادامه داشته، تغییر سیاست در پاکستان اتفاق نخواهد افتاد. زمان پاکستان به این نتیجه خواهد رسید که باید تغییر سیاست به وجود بیاره که احساس کنه توان در واقع توازن قدرت خود هندوستان در سطح منطقه نخواهد داشت. سپاسگزارم هستم. اما آقای رحمانی، واقعا دیده میشه که مشکلات از سطح افغانستان بزرگتر است. یعنی از گذشته تا حرفایی هم وجود داره که حتی افغانستان تبدیل شده به میدان جنگ های نیابتی و رقابتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه که در رقابت با هم و در تقابل با هم هستند. اما افغانستان با چی کار میتونه که حداقل استفاده خوب بکنه؟ امروز اگر هر مشکلی که میرسه، خب دیدگاه ها این است که برخواسته از این موقعیت افغانستان است و این که افغانستان نتونسته در داخل از خود کار بکنه که از این حوادث در امان بمونه. ببینید اگر امی صحبت را که جریان داشته گیر یک کم دوام تا وسط بدیم به بسیار حرفا جواب داده می شود. یک مسئله لازم است همین بدانن که پاکستان روی و رویش با افغانستان تنها منحصر به روابطش با روابط تنشبارش با هند نیست. پاکستانی ها بسیار زیاد هوشیارانه تر از این عمل می کنند و کوشش می کنند تمام به اصطلاح آینده خود به اصطلاح به قمار یک کشور نگذارن. این بسیار زیاد مسئله جدی است. اونا یک گوشی از تنششان با افغانستان برمیگرده با روابطشان با هند، یک گوشی بزرگ دیگر از این برمیگرده با روابطشان با دنیای سلطنت عربستان سعودی. اونا بسیار زیاد از تنشهای دنیای شیعه و سنی با هم داره، از این بسیار زیاد سرمایه گذاری جدی میکنن و افغانستان یکی از صحنه های نبرد است که پاکستان در او بسیار زیاد از عربستان سعودی پول میگیرن و اکثریت امکانات نظامی که شما در پاکستان میبینید با پول کشورها مثل عربستان سعودی به وجود آمده. یک گوشه در عین زمان تمام مردم افغانستان شاهد بودند به محض که حکومت جدید روسیه پوتین در شروع شد روی رویش با امرای ناتو و امریکایی ها، پاکستانی ها با تمام گذشته تلخی که در جریان جنگ سرد با روسیه داشتن می روند امرای روس ها روابط جدید برقرار می کنند و می گن در جدال که دموری است ما و شما می توانیم با هم همکاری بکنیم. اینا یک گوشه دیگه از افغانستان اگه به اصطلاح مورد به شکل جدال غربی ها با روس ها در اینجا هم کوشش کرده رئیسن یک قسمت دیگه از دستاوردهای خود افغانستان از طریق جدال بدست بره. حتی از برخورد چینی ها با هندی ها هم که فراتر بسیار دور از منطقه افغانستان است، ولی در امو مسئله هم تا جایی که مسئله افغانستان مطرح میشه، مسئله منابعی که در افغانستان است مطرح میشه و روابط خطوط انرژی مطرح میشه، در امی مسئله هم کوشش میکنن با چینی ها یک از تنش هایی که بین چینی ها و هندی ها در ایسی افغانستان کمک برای خود نفع بگیرد. سوال اساسی است که ما اگر پاکستان با بسیار اینقدر ساده فکر بکنیم، پیوسته باعث از این میشه که ما تصامیری که در مقابلش میگیریم بسیار ساده لوحانه باشه و اکثر نتیجه نده. چیزی که به می خاطر من فکر میکنم که در این مقطع زمان
خصوصا بعد از امی دهه 2001 تا 2010 که ما بهترین موقف بین‌المللی داشتیم که پاکستان فشار بدیم نتونستیم. وقت از این مقطع ابراهیم ما در حداقل در 20 سال آینده بهترین گزینه که دمروی داریم این است که با پاکستانیا سر صحبت باز بکنیم و تا حد امکان این صحبت وقتی یک دفعه شکل گرفت بیشتر در این صحبت دیگرا داخل شوند و خصوصا کشورهای داخل شوند که برای پاکستان اهمال فشار میتونند، مثلا عربستان سعودی میتونه، مثلا چینی ها میتونه، مثلا ترک ها میتونه. ما بیشتر میتونیم اینا رو بیشتر دخیل بکنیم و اساس کم فشار بیاریم که امی صحبت به نتیجه برسد. اگر ما شروع اول بگردیم به این که ما پیوسته هنوز هم میتونیم امریکایی ها را پاکستانی ها در مقابل امریکایی ها قرار بدیم، من فکر می کمک ناوخ شده بیشتر. سپاس کرد شما آقای رحمانی، سپاس از شما. فخویش می خیلی کوتاه شما آخرین حرفایتان رو بگید. واقعا نشسته که برگزار شده اوضاع افغانستان را گفتین در آغاز که خب تاثیر چندان نخواهد داشت، ولی حالا یک بار دیگر مسئولیت ها چیست و آینده در چگونه پیش می رسد؟ ببینید روندی که شروع شده من موافق هستم کدش، همکاری در سطح منطقه باید رشد کنه و قدیمه، اما یک نکته رو نباید فراموش کنیم، او چیزی که روابط بین الملل ما میگه بیس یک علم نشان میده که سیاست خارجی پاکستان اساسا هند محور است. اگر این کشور در سال 1955 با ایالات متحده آمریکا پیمان استراتژیک امضا میکنه، اگر این کشور در دهه 1980 به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه، اگر در دهه 1960 خود چین روابط نزدیک برقرار میکنه، اگر واسطه ارتباط چین و ایالات متحده آمریکا است، اگر گروه تروریستی به وجود میاره، هدف اصلی در واقع توازن خود هندوستان بوده است. اگر همون قسمی که آقای رحمانی میگن خود عربستان نزدیک میشه یا خود روسیه نزدیک میشه، تمامی و به حیث افزایش قدرت است با برابری با هند. سپاس گزارش شما آقای فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل، از حضور شما در محور سپاس شما.